أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. آیا آن که بنای خیش بر پرهیزگاری خدا و رضای او پایه نهاده بهتر است یا آن کسی که بنای خیش بر لب سیلگاهی نهاده که فرو ریختنی است که با وی در آتش جهنم سقوط کند و خدا قوم ستمکار را هدایت نمی کند؟ مسجد جمکران بنایی واقع در 6 کیلومتری شهر قم به سمت جاده کاشان در نزدیکی روستای جمکران است. این مکان که از عتبات مقدس شده برخی شیعیان شمرده می شود همه روزه و به خصوص در روزهای چهارشنبه تا جمعه از طرف صدها و بعضن هزاران نفر زیارت می شود. به اعتقاد برخی شیعیان امام زمان از شیعیانش خواسته که به این مکان روی آورند و آن را عزیز بدارند، آنچنان که در روایت شخصی به نام حسن ابن مسلم آمده است: به مردم بگو به این موضع یعنی مسجد جمکران رغبت کنند و آن را عزیز دارند، آنگاه نماز تحیت مسجد و نماز امام زمان را تعلیم داده سپس گفته اند هر کس این دو نماز را بخواند همانند این است که در خانه کعبه نماز گزارده باشد. واقعی ساخت این مسجد هم به حسن ابن مسلی جمکرانی منسوب می شود. وی که خود شخصی مجهول الهویه است و در هیچ یکی از کتب شیعیان نیز ذکری از هویت و شخصیتش نشده است، طبق نظری که سرتاسر با اصول عقلی و شرعی تناقض دارد ادعا کرده که در بیداری با امام موهوم 12 شیعیان دیدار کرده و دستور ساخت مسجدی را در همین محل گرفته است. این در حالی است که در روایات خود شیعیان و بنابر نامه مزعومی از امام 12 بعد از غیبت کبرایش که به یکی از نواب خود رسیده است گفته هر کس پس از غیبت کبرای من پیش از خروج سفیانی و صیحه و فریاد آسمانی ادعای ملاقات و دیدار مرا بکند کذاب و دروغگوست. پس به فرض این روایت که خود جای بحث دارد، چگونه حسن ابن مسلی مجهول الهویه ادعای دیدار با امام موهوم را کرده و دستور ساخت مسجدی که در روایت برتر از مسجد الحرام و زمینش را شریفترین زمینهای جهان برشمرده است را گرفته است؟ و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. و باز از همه شگفت انگیزتر این است که در داستان ساختگی که سبب ساخت مسجد جمکران شده ذکر شده است من شب سه‌شنبه 17 ماه مبارک رمضان سال 373 هجری قمری امام را همراه با جماعتی در بیداری دیدم. این روایت به کتابی با نام مونس الحزین منسوب به شیخ صدوق است، در حالی که نویسنده کتاب مونس الحزین یعنی شیخ صدوق در سال 381 هجری قمری یعنی 12 قبل از تاریخ وقوع این داستان فوت کرده است. در این صورت چگونه امکان دارد شیخ صدوق واقعی را که در زمان حیات او اتفاق نیفتاده بلکه 12 بعد از فوت او به وقوع می پیوندد را در کتاب خود نقل کند؟ و این در حالی است که تمام مراجع مورد اعتماد اهل تشیع پیش از این زمان نپای در مسجد جمکران نهاده اند و نبی آن اعتقاد داشته اند. اما اکنون دیر زمانی نیست که این محل
به یکی از بزرگترین مکانهای زیارت، دعا و طلب حاجات خرافه گرایان تبدیل گردیده است و با جعل افسانه های زیادی در شفا و زیارت امام زمان، تحریک عواطف و تحمیق عامه مردم راهی برای کسب درآمد و افزایش سلطه خود در بین مردم یافته اند. محلی که تا دیروز کسی از آن شناختی نداشت، حال هر روز با افزودن نشانه و نمایه جدید و تحریک عواطف مردم به عبادتگاهی مبدل گردیده که کاخ پادشاهان در طول تاریخ شاهد چنین جلوه ای نبوده. روزی چاهی بران افزوده تا مردم حاجات خود را در برگه عریضه ای نوشته و از امام زمانشان بخواهند، همان گونه که یهود در اورشلیم عریضه های خود را بر دیوار مقدس پیوند میدهند. مدتی پیش دکه های فروش عریضه راه انداخته و آنگاه دست خط هایی به نام امام زمان منتشر می کردند و دیگر بار منبر مسجد را در شیشه ای نهاده و با افزودن چند چراغ با نور سبز جلوه تقدسگونه ای به آن افزوده و جایگه جدیدی برای سجده و عبادت و تقدیس بیدلیل می ساختند و هر از چند گاهی احادیث جدیدی در کتب حدیث منصوب به ائمه پیدا می شود و فضایل خاصی که تا دیروز نبود بر محل جدید افزوده شده و از آن پس کرامات خیالی جهت تأیید منظورشان و کسب درآمد بیشتر و بازی گرفتن عقول مردم ساخته می شود. الا لله الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الى الله زلفا ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. اکنون از عموم مردم محترم و فرهیخته میخواهیم پیش از آن که بیش از این در دام افسانه تراشی های سست تر از تار عنکبوت دنیا طلبان قرار گیرند، با شناخت صحیح از قرآن و تعالیم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و با میزان قرار دادن این دو منبع حقیقت را دریابند و حق را از باطل تشخیص دهند. Thank you.
Thank you.
خوبیه.